سلام به همگی، خوش اومدید به این قسمت پرشین رپ نیوز. سلام، روحام هستم. سلام عزیز دل، سهراب هستم. خوش اومدید به این قسمت. خب بچه ها، این هفته باهاتون هستیم تا خبر بالاخره تایید قطعی منحل شدن گروه تیک تاک از زبون خود خشنرسار عزیز تا کلکل‌های جیدال و بهزادلیتو. با ما همراه باشید. خب میرسیم به خبر اول و جنجالی که سوال خیلی از هواداران رو پاسخ داده، اونم خشنرسار عزیزه که راجع به تیک تاک و برقراری یا منحل شدنش شروع کردی جدیدن ها سولو کار که جدیدن که دو سه سال میشه، داستان چیه؟ یعنی دیگه تیک تاک تمومه یا هست یا قراره فقط کچی بیت تنها کار کنه یا با هم قراره کار کنین یا چجوریه داستانه؟ ببین این سوالو اتفاقا سپهر هم تو پادکستش ازم پرسید، جوابی که برای این دارم بدم اینه که ببین نه، تیک تاک قرار نیست با هم کار کنه. بعد منم خودم شخص دوست داشتم که همیشه یه کریر سولو داشته باشم، نه از زمان تیک تاک، بعد از اینکه من اومدم اینجا خب یه سری مشکل ها پیش اومد و اینا، دیگه دوست داشتم که تکی کار کنم و بریم جلو. ولی مثلا با مافی خیلی ترک دادم و اینا، ولی با سایی دیگه ترک ندادیم. احساس میکنم که از لحاظ ذهنی دو تا سمت یعنی متفاوت، یعنی آره. سینا خیلی رفته به سمت موزیکای یکم حالا اجتماعی نمیشه گفت، ولی خیلی موزیکای اون سبکی تو هم خورد اینوری. طرز فکراتون فکر کنم خیلی جدا، خیلی طرز فکرمون خیلی با هم متفاوت شده نسبت به اون چیزی که مثلا با هم حالا تو جوانیامون بودیم و اینا. ولی خب سینا خیلی سیستمش عجیب غریب خفنه تو سبکی که خودش داره میخونه، ولی خب به هم نمیخوریم. یعنی الان دیگه اون حالتی که مثلا من به یه موزیک به یه موزیک نگاه میکنم فکر نمیکنم اون به اون موزیک، ولی با مافی همچنان خب مافی خیلی سبکش نزدیکتر به ما، یعنی مثلا هم سبکش هم طرز فکرش خیلی نزدیکه به ما. و اینکه هر کسی باید همون جوری که راحته بزنه دیگه، میدونی مثلا تو هم خودت یه هو سولو شدید به خاطر این بود که طرز فکرت شاید مثلا یه چیز دیگه بود، میدونی. به نظر من اون طرز فکر است که تو رو میبره توی یه سمت دیگه، سبک دیگه. خب میرسیم به خبر بعدی، این که سمیلو عزیز گفته که من در حال جمع‌آوری یک مجموعه گروهی به عنوان پرودوسر و آهنگساز و تهیه کننده حالا کل پروژه ها که دربارش توضیح میده، اصلا ایده هاش هم چیده و اینا، و تو این مجموعه 6-7 آرتیست حضور دارن و سمیلو عزیز پرودیوسره ولی فیت میخوره که توضیح داده دربارش. بریم با هم ببینیم و بیاریم. من ماه خودم هم یه آلبوم بریوست هم جمع میکنم بالاخره. اینجا نمیخوای نبیدی بدی ازش؟ چرا؟ ولی نمیگم کیا هستن، یکی یکی معرفی میکنیم. آرتیست مختلفی هست. آره 6-7 آرتیست مختلف. فقط میخوام پرودوس بکنم، فقط بیت میزنم ولی فیت میخوره، یعنی مثل کاری که دیجی کلت داره اونور میکنه، میدونی یه پرودوسر مثل بومینا همه میکنن خیلی پرودوسر، ولی فیت نمیخوره، باز تگ دارن تو آهنگ، میدونی چی میگم؟ آره دیجی کلت همیشه فیت میخوره، ولی من اون کارو چون کلا همه چیزشو جمع میکنم آماده، حتی با ایده، حتی شاید با ملودی و میدونی چی میگم برای هوکش، همه چی دارم میفرستم براشون و فیت هم میزنم. خب همونطور که میدید امیر تسلی قرار بود نوروز امسال یک کنسرت فوق خفن بذاره و بیش از 10,000 نفر جمعیت رو شروع کردن اول کنسرت با یک مسابقه MMA که خبر از کنسل شدن احتمالیش داده و گفته شاید نخوام ترکیه این کار کنم و برم اروپا یا آمریکا. بریم کامل پوستش رو ببینیم و بیاریم. خب مرسی. به خبر بعدی این که پوریا پوتک عزیز قصد داره که یک تابلوی بزرگ به اندازه یک ساختمون از عکس هواداره عزیزش درست کنه و از هواداراش درخواست کرده که عکساشونو براش بفرستن. بریم ما هم ویس پوریا پوتک عزیز گوش بدیم و بیاریم. اینکه بچه ها به زودی یه دونه آیدی تلگرام میذارم اینجا، میخوام هر چند تا طرفدار هستید اصلا مهم نیستش، میخوام اگه راضی هستید نفری یه عکس از خودتون بفرستید، فقط یه عکس، هر نوع عکسی باشه، فقط عکسی باید خیلی قشنگ باشه، چون قراره یک بزرگترین قابو بزنم، یه تابلو خیلی بزرگ، یعنی در حد
شاید اصلا در حد یه ساختمون اینقدر بزرگ، میخوام تعداد عکس همه طرفدارامون تو اون قاب بزنم، یه حرکت خفن میخوام انجام بدم باهاش، مطمئنم سر صدا میکنه میتر که به زودی میذارم. حالا زمان دارم بهتون میگم آماده باشید، سعی کنید یه عکس قشنگ خودتون بگید، 3-4 شناسنامه‌ای ندید که عکستون باحال باشه، که وقتی اون قاب درست میشه از هر کدومتون یه عکس خیلی قشنگ بشه، مگه راضی باشید. یعنی هر کسی که راضی نیستن عکس ندن، اونایی که واقعا تا قلب راضی ان عکسشونو بدن. حالا که یه سری طراحی روش انجام میشه، قراره حرکت خیلی خفن بزنه. عشقت. خب بالاخره پوان هم در لایو اینستاگرامش خبر از همکاری با پویا پوتک عزیز داده، اما گفته این همکاری زمان مشخصی نداره و به زمان بیشتری نیاز داره. که خبر خوشحال کننده، قبلا هم چند باری زمزمه شده بود که پویا پوتک و پوان قرار با هم فیت بدن و الان دیگه رسما تایید شد. خب میرسیم به وایس جدید سامان ویلسون عزیز توی تلگرام درباره همکاریش با امیر تتلو. خیلی درباره این قضیه صحبت کرده بود قبلا هم، ولی این سری خب خیلی کامل‌تر گفته و گفته که به دلایلی که حالا من این ورم و امیر تتلو اون وره نتونستیم ما هم همکاری کنیم، ولی خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته. بریم از زبان خود سامان ویلسون گوش بدیم که به چه صورت. آدم باید اشتباهی خودش هم اعتراف کنه. من با امیر تا الان هنگ ندادم، کوتاهی از من بوده، همه جوره همه چی ممکن بوده، من یه مقدار عقب کشیدم، جرئت نکردم. من تو زندگیم خیلی مسائل و مشکل برام پیش اومده، یه مقدار میترسم از خیلی از چیزا، ولی به عنوان یه هنرمند از خودم باش بخونم، یعنی چرا که نه، فکر کنم که باعث افتخار منم هست اینطوری. ولی من یه مقدار میگم از یه سری چیزها خیلی ترسو شدم، نمیتونم وارد خیلی مسئله یه جوری بشم که میخوام خیالم همیشه راجع به همه چی راحت باشه. یه مقدار این داستان یه جوریه که خیالم رو راحت بکنه، ولی خیلی دوست دارم این اتفاق شکل بگیره و اگه اون ایران بود یا من برای همیشه ایران نبودم این اتفاق میافتاد، ولی الان شرایط یه جوریه که من نمیتونم به اون بگم چی بخون چی نخون، مثلا من کیم که به اون بگم چی بخون چی نخون، و شرایط یه جوریه دیگه. انشالله یه موقعی اتفاق میافته که جور میشه همه چی. خب میرسیم به خبر بعدی. شایع چند وقتی گذشته گفته بود که یک فیت سورپرایز دارم و قرار رونمایی کنم، و یه سری از چنل ها و یه سری از هوادارا حد زده بودن که ممکنه با صادق باشه، اما هفته گذشته شایع این همکاری رو 100% تایید کرده و یک دمو از کار جدیدشون به نام دلی اگه اشتباه نکنم گذاشتن که بریم با هم ببینیم و بیاییم. بهزاد لیتو یک ترکی داد که خیلی حاشیه‌ای شد و دیس به جیدال بود. قبلا هم با هم کلکل داشتم و جیدال دیس داده بود به لیتو و لیتو تو اون ترک جوابش رو داد و جیدال دوباره واکنششون داد و یک دیس بکی داد که این منجر شد به استوری لیتو. بریم ما هم ببینیم اون بیم دیسه مثل این که بد تو کیونت رفته. یهو. خب بعد از همون دیس و دیس بکی که لیتو و جیدال به هم دادن، البته بعد از دیسپک جیدال لیتو برای جیدال کامنت گذاشت و جالب از اینجاست که جیدال هم ریپلای کرده اون کامنت رو. بریم با هم کامنت ها رو ببینیم و بیایم. خیلی جالب. خب خبر آخر، میرسیم به وایس حسین به یکی از فن پیج هاش که از آلبوم یاد خبر داده. بریم با هم گوش بدیم و بیایم. همتون گرم، ایشالله آلبوم هم زود میدیم بیرون. چیزی دیگه واقعا نمونده. قبلش هم یه ترک خوشگل مشکل شد دادیم به امید خود. مرسی که تا اینجا بنا با ما همراه بودیم. همتون گرم تا آفته بعدی. منتظرتون هستیم. سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. یا علی را خبیه.